عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها در سه‌شنبه دیگر 12 تیر ماه برابر با 2 ماه جولای یا ژوئیه در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب این روزها کم و کیف فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران منعطف شده به مسائلی مثل انتخابات و رأی‌گیری در جمهوری اسلامی. ما پیشترها هم مباحثی در مورد انتخابات داشتیم، سعی کردیم مسائل ساختاری این رژیم رو نشان بدیم، اینکه آیا اساساً واژه‌ای به نام انتخابات در درون این سیستم معنا پیدا میکنه یا نه، و برخی از ادعاهای به نوعی حالا اصلاح طلبان پاسخ بدیم، مبنی بر اینکه ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور توانایی این رو داره که گامهایی رو به بهبود وضعیت مردم برداره، و نشان دادیم که چون این چیزی نشدنی است و یک امید واهی است. اتفاقا من دیدم اخیراً آیه حاتم قادری هم یک تعبیر جالبی رو به کار برد که یک مشت ارزن فرضی در واقع دیگه این همه جیک جیک کردن نداره، و این نکته بسیار مهمی است که ما در این فضا همیشه سعی کردیم بشان بدیم. اما در روزهای اخیر یک کلیپی رو من دیدم از یکی از این نامزدهای به دور دوم رسیده به نام آقای پزشکیان، که ایشان سخن از این میکنه که میخواد کشور رو با فرامین علی ابن ابی طالب و نوع نگاهی که علی داشته اداره بکنه، و گهگاهی هم مثالهای از نهج البلاغه ظاهرا میزنه. البته من این مناظرها رو نگاه نمیکنم، ولی گهگاهی این کلیپایی که خب افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند به دست ما میرسه و نگاهی می‌کنه، و برای من خب عجیب نیست واقعا. یعنی این بحث‌هایی که ما مطرح می‌کنیم، و من می‌بینم بعضی از عزیزان ممکنه اشاره بکنن که دیگه دوران علی گذشته، دوران محمد گذشته، اما هرچند ما نشان دادیم که این گونه نیست. یعنی علی و محمد هنوز برای بخشی از جامعه مذهب زده و دین خوی ما کارایی داره. به همین دلیله که یک نفر در سال 2024-1403 وقتی میخواد در مورد کشوری با این همه مشکلات صحبت بکنه، نحوی برون رفت از این وضعیت رو ارجاع به نوع حکومت علوی یا فرامین علی ابن ابی طالب بگیر. نکته که همیشه در ذهن من بود از حدود 10 سال قبل که ما وارد این فضای نقد شدیم این بود که ما همیشه با قرآن بر سر نیزه کردن مواجهیم. یعنی جایی که حکومت‌های ایدئولوژیک سعی می‌کنند زمانی که همه چیزشون از دست رفته دست آخر به چیزهایی دست بزنند، اونها رو متمسک قرار بدن، مستمسکی بکنن برای ماندگاری، و اون وارد شدن در اون اصول ایدئولوژی است. حالا اگر اون ایده ها از دین گرفته شده سراغ دین میرن، احکام دین، شخصیت های دینی. و این قرآن بر سر نیزه کردن رو شما سال 88 دیدید، جایی که مردمی به خیابان آمدن شعاری دادن که رأی من کجاست، حکومت هم به جای پاسخ دادن از قوه قهریه استفاده کرد، و در نتیجه فضا ملتهب شد. در نهایت حکومت قرآن رو بر سر نیزه کرد. چگونه؟ سعی کرد در یک روزی که عاشورا بود، یعنی 10 محرم، یک کارنوالی را بندازه در سطح شهر و بگه بفرمایید اینهایی که در خیابان ها هستن کسانی هستند که با دین مردم کار دارن، با مذهب مردم کار دارن. همین سبب شد که یکی از عواملی باشد که رهبران اون جنبش، یعنی اون آقای موسوی و کروبی،
عقب نشینی بکنن، برخی ها هم سعی کنن به نوعی وارد فضایی نشن که ممکنه نتیجهش چیزی باشه که اونا نمیخوان، چون هنوز اونها دل در گروه رژیم داشتن. حالا این اخیرا که آقای شیخ مهدی کروبی که رأی هم داده، حالا میرحسین موسوی ظاهرا کمی گذر کرده از اون فضا، ولی مقصود اینه که حکومت میدانست چگونه میتونه از علقه های دینی مردم سوء استفاده بکنه و یک مطالبه به حق سیاسی و اجتماعی رو از مسیر خودش خارج بود. امروز هم همین داستان هست، اما کمرنگه. این که دیگه قرآن بر سر نیزه کردن های رژیم در طول این 10-20 سال حناش رنگی نداره، به خاطر اینه که فضا منتقدانه شده نسبت به دین، شناخت بسیار زیاد نسبت به شخصیت های دینی و احکام دینی به مردم داده شده و دیگه کسی نمیتونه به عنوان مقدسات مردم رو تحمیق بکنه. و رژیم هم خب این آخرین نفسهای خودش رو سعی میکنه از همین طریق پی بگیره. میگه حال غریقو یتشبس به کل حشیش، یعنی انسانی که در حال غرق شدنه به هر خس و خاشاکی دست میزنه. و رژیم هم همین وضعیت رو داره، یعنی در حالی که در حال غرق شدن هست سعی میکنه هنوز اون جنبه هایی که فکر میکنه نزد مردم محترم هستن رو به بازی بگیره. اما نکته اساسی اینجاست که یکی از این کاندیداها هنوز سخن از علی میکنه، حکومت علوی میکنه، فرامین علی میکنه، چیزی که ما نزدیک به 22-23 جلسه به اون پرداختیم و امروز جلسه 24 میشه و نشان دادیم که حکومت علوی چه حکومتی است. برای اینه که مردم ما بدانند وقتی کسی در این دوران سخن از برون رفت از مشکلات جامعه توسط فرامین علی یا منبعث از دیدگاه های علی ابن ابی طالب میکنه، شما عمق فاجعه رو دریابید. خب طبیعیه وقتی شخصی هیچ برنامه‌ای نداره برای برون رفت از این وضعیت، چون داشتن برنامه نیازمند یک سبقه سیاسی حرفه‌ای است که در درون احزاب شکل میگیره، در درون گروه های مختلف شکل میگیره. اقتصاددان های هر حزب میشینن مشکلات کشور رو میبینن، برنامه اقتصادی مدونی رو تدوین میکنن و در اختیار اون کاندیدا قرار میدن. مسئولین سیاست خارجی، مسئولین امنیتی، حقوقدانان، گروه های مختلف اجتماعی، کسانی که کار فرهنگی میکنن، در درون احزاب میشینن اینها رو تدوین میکنن و اون کاندیدای نهایی میاد و از اون برنامه ها صحبت میکنه. در جمهوری اسلامی چنین نیست، چون حزبی وجود نداره. بنابراین افرادی که بختتن، یعنی مثلا یه آقایی به دلیل سقوط هلیکوپترش فوت کرد، حالا اینا آمدن ثبت نام کردن، هیچ برنامه هم ندارن، شناسنامهشون رو فقط نشون مردم میدن، هیچ پایگاه حزبی هم ندارن، حالا تازه باید برگردن از این مجیزگویان یه دیر دور خودشون جمع کنن، از دولت‌های گذشته یا افراد دیگری که به اونا میپیوندن. خب طبیعی این افراد برنامه‌ای ندارن. وقتی سوال میکنید که راه برون رفت چیست، خب او چه داره بگید؟ تو برنامه‌ای نداره، مگر 4 تا شعار کلی که دیگه مردم فهمیدن که این شعارها در عمل قابلیت اجرایی نداره، محقق نمیشه. و یا اینکه سعی بکنن نشان بدن که ما یک پایگاهی در درون ایران هست، در درون جامعه دینی، که میتونیم اونها رو قانع بکنیم، مردمی که شنیدن حکومت علوی خوبه، بنابراین ما هم سعی بکنیم بگیم فرامین علی ابن ابی طالب مثلا در نهج البلاغه و گهگاهی هم در مناظرهای خودمون چند فراز از سخنان علی بگیم که در عمل وقتی اجرا میشه همش فروده، فرازی وجود نداره. کلمات زیبا که در عمل وقتی میخواد بنشینه فاجعه به بار میاره. در اینجا یک نکته رو هم عرض بکنم که به بحث امروز ما که 24مین جلسه در مورد زندگانی علی است مربوطه، یعنی اینها پرانتزهایی است که ما باز میکنیم با توجه به اینکه به مسائل روز میپردازه، اما پلی است میان گذشته و حال و اتفاقا برای آینده هم میتونه مفید باشه. مثلا برمیگرده به این که اصلا مبانی وجودی حکومت چیه؟ چرا ما یک سیستم سیاسی میخوایم؟ چرا حاکم میخوایم؟ چرا دولت میخوایم؟ دلیل چیه؟ خب این چرایی یه نکته خیلی مهم نیست.
تا من امروز سعی میکنم یه اندکی صحبت کنم، بعد برگردیم سر داستانه. وجه دوم چگونگی است. یعنی اگر به این نتیجه رسیدیم که بله حکومت نیاز است، یه دولت نیازه، یه سازمانی نیازه، خب حالا رو چگونه باید ایجادش بکنیم؟ حکومت ها هم همین گونه. چگونه حکومت ها ایجاد میشن؟ آیا با زوره؟ یعنی اگر من قبیله ای داشتم که دارای قدرت جنگاوری بود، میتونم برم سرزمین های دیگر رو بگیرم و بعد بگم من خلیفه شما هستم؟ آیا مبتنی بر نوعی اتوریته علمی است؟ یعنی ما فهمیدیم که حکومت نیاز داریم، اما این حکومت با دست کیا باشه؟ چگونگیش رو شرح کردیم که با زور، از طریق انتخابات مردم سنتی چگونه است. اما چه کسانی باید حکومت بکنه؟ اینا وجه سومه. آیا این حکومت برای مردم جامعه هست، اوغلای جامعه هست، یا نه برای فقه هاست، برای فیلسوفانه، اون تعبیر کلاسیکی که افلاطون و ارسطو و دیگران به کار می بردن. اونا هستن که صلاح جامعه رو تشخیص میدن. شما وقتی این سه پرسش رو در درون نظام ها مطرح میکنید، اون وقت متوجه میشید که داستان از چه قراره. به عنوان مثال عرض میکنم، شما همین رژیم جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، بیاید اون سوال اول رو مطرح کنید، چرا این حکومت تشکیل شده؟ میدونیم حکومت ها کارکرد محورن، عملکرد محورن، یعنی ما حکومت رو تشکیل میدیم برای اینکه کارویژه خاصی داره. یعنی اگر امنیت ما مهمه، امنیت ما رو برقرار کنیم. اگر به دنبال اقتصاد هستیم، ناظر اقتصادی باش. اگر برای اینه که با کشورهای دیگر تعامل کنیم، نماینده ما در عرصه جهانی باش. اگر نیاز به آموزش پرورش داریم، بتونه کارهای مربوط به آموزش پرورش رو انجام بده، جامعه رو به یک سطح بالایی از علم و دانش برسونه. این کارویژه های حکومت. به مرور زمان این حکومت های کارکرد محور بسته به وضعیت زمان خودشون خودشون منطبق میکنن، چون برای اون تشکیل شدن، رو در قالب احزاب شکل میگیرن. یعنی اگر فرض کنیم ما امروز مسئله تروریسم رو داریم، وضعیت مهاجرت رو داریم، ناامنی داخلی رو داریم، احتمال جنگ هست، شما میرید به احزابی رای میدید یا به گروه های رای میدید که میدونید نگاهشون نسبت به نگاه های امنیتی یا جهانی یه نگاه بهتری است. اگر به دنبال اقتصاد هستید، میرید به احزابی رای میدید که برنامه اقتصادی خوبی داشتن، نگاه اقتصادی بالایی داشتن، بهتر تونستن به جامعه خدمت. ممکنه 10 سال بعد نگاه اقتصادی تغییر کنه، بشه نگاه امنیتی. یعنی مردم احساس کنن که الان وضعیت جنگه، مثلا در اروپا جنگه، ما نیازمند یک دولت قوی هستیم، میرن به سراغ افراد خاص. اگر جنگ تمام شد، 5 سال بعد دوباره نیاز داشتیم که وارد یک فضای تعامل با جامعه جهانی بشیم، اون وقت میدید دوراغ احزابی که نگاهشون به جامعه جهانی منافع ملی ما رو بهتر محقق میکنه. پس در واقع حکومت ها در یک جنبه عملکرد محورن، کارایی محورن، و این حکومت ها از قبل تعیین نشده اصولشون چیست، بلکه به مقتضای هر آنچه که پیش میاد سعی میکنن منافع جامعه، سعادت جامعه رو محقق بکنن. اگر سعادت امروز در تعامل با جهان درهای کشور رو باز میکنه، وارد پیمان های جهانی میشن، وارد سازمان های جهانی میشن. اگر فردا روز اینطوری نبود، تغییر رویه میدن. یعنی یک اصول ثابت تعریف شده از قبل وجود نداره که شما طبق اون اصول حرکت میکنید. به نوعی یه جعبه ابزاری دست شماست، در طول مسیر هر کجا دربی دیدید که میشه با کلید بازش کرد بازش میکنید، هر کجا نیاز بود با پتک اون رو بشکنید، با چکش و پتک این کار رو میکنید و میرید جلو. یعنی عجب ابزار همه چیز در اختیار شما قرار میدید که بسته به وضعیت حادث بتونید عملکرد خودتون رو سازماندهی.
رژیم های دموکراتیک اینطوری هست، یعنی از قبل تعیین نشده که وضعیت ما چیست، هرچند در برهه هایی به دلیل وضعیت خاص یک دکترین های خاصی ایجاد شد. در ایالات متحده هم همینه، در کشور دیگر هم همینه، یه دکترینی ایجاد می شد مثلا به عنوان این که ما نگاهمون به داخل باشه، نگاهمون به غرب باشه، نگاهمون به شرق باشه. اما اینا چون از سوی اشخاص خاصی ارائه می شد، حالا یا سیاستمداران یا فیلسوفان، محدود به همون بود انسانیش بود، یعنی ممکن بود 10 سال دیگه تغییر بکنه دکتر. اما حکومت هایی داری که اینا هدف محورن، آمال محورن، یعنی برای اونها تشکیل حکومت این نیست که مردم چی میخوان، تشکیل حکومت برای اینه که ایدئولوژیش چی میخوان، یعنی تشکیل شده برای این که یک اصلی رو محقق بکنه. اگه مردم ناراضیان، مردم رو منطبق کنیم با ایدئولوژیمون، نه خودمون منطبق بشیم با منافع مردم، بلکه مردم باید منطبق بشن با منافع ایدئولوژی. شما اصولی رو از قبل تعریف شده داری، اهدافی رو تعریف شده داری و سعی میکنی تمام جامعه رو بر اساس اون برنامه ریزی بکنی. رژیم های ایدئولوژیک اینگونه به دنبال خدمتگذاری به مردم نیستن، اونا میخوان مردم خدمتگذار ایدئولوژی باشن، مردم در راستای ایدئولوژی فعالیت. ساختارهاشون هم متفاوت خواهد بود با این وضعیت که من عرض کردم، یعنی در رژیم های کارکرد محور، عملگرا، کارا، شما سازمان هایی رو درست میکنی بسته به اون کارایی که نیاز داری. سازمان های برنامه بودجه گرفته، در حوزه اقتصادی گرفته، مطالعات مربوط به کارهای آموزشی گرفته. شما این سازمان ها رو درست میکنید به خاطر اینکه منافع ملت امروز داریم. اما در رژیم های هدف محور، ایدئولوژی محور، آرمان محور، ساختارها هم متناسب با اونه، یعنی قانون، نهادها، سازمانها، تشکیلات، آموزش و پرورش، همه چیز بر این اساسه که شما مردم، جامعه و جهان رو منطبق بکنید با اون آرمان خودتون، اون ایدئولوژی خودتون. پس دقیقا دو راه متفاوتی است که شما دارید میبینید. اینکه در ایران امروز ما شما سازمانهایی رو داری که اصلا موضوعیت ندارن، حتی بعضیشون هم تعطیل کردن، یه سری سازمان های اقتصادی رو تعطیل کردن، سازمان های بزرگتر یا نهادهای بزرگتر که دیگه جای خودش، بعضیش که اصلا فاقد موضوعیت شده دیگه. آموزش پرورشمون بگیرید، رسانه هامون رو بگیرید، همش رسانه درست میکنن در جهان مدرن برای اینکه اخبار درست به مردم برسه. کارکرد رسانه چیه؟ تلویزیون و چیزهای دیگر چیه؟ برای چی ایجاد شده اصلا؟ برای گردش اطلاعات رخ بده، آزادی ارتباطات، آزادی اطلاعات، همه اینها نتیجه آزادی بیانه که ما بدانیم مردم چه میخوان، اندیشه های مردم رو بفهمیم، تخصص مردم رو بفهمیم، علم و دانش در جامعه پخش بشه، منتشر بشه، رشد کنه. هدف رسانه ایناست دیگه. در نتیجه در رژیم های کارکردگرا آزادی رسانه ها وجود داره، چون هدف اینه که مردم به یک رشد فکری برسن، اخبار و اطلاعات رو در دسترس داشته باشن. اما در رژیم های آرمانگرا، اصولگرا، رژیم های هدف محور، هدف از قبل تعیین شد، یعنی ما میخوایم جامعه‌ای داشته باشیم که ما رو به هدف الف برسونه. خب آیا شما نیاز دارید که آگاهی داشته باشید از یه اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی که شما رو به یه هدف دیگه میرسونه؟ نه خیر، چون مغایره با اون اصول شماست، بنابراین دهان اون رو میبندید، شبکه‌شو تعطیل میکنید، اصلا اجازه تأسیس نمیدید بهش. یک رسانه دارید، رادیو تلویزیون،
ملی، والا به نام ملت اما به کام حکومت. از اونجا اخبار رو منتشر میکنید، میگید ملت همین خبری که الان ما داریم پخش میکنیم این خبر درسته، دیگه شما جستجو نکن، همه دروغ میگن به غیر از ما. یعنی کارکرد رسانه ها اینگونه قابل فهمه که در جوامع مدرن چیکار میکنه، در جامعه ما چیکار میکنه. در جوامع مدرن بلندگوی مردمه، یعنی جایی که هر شخصی میتونه یه تلویزیونی بسازه، یه برنامه تولید کنه، در اختیار مردم قرار بده، مردم دوست داشتن میشنون، دوست نداشتن هم میزنن یه شبکه دیگه رو ببینن، تمایل داشتن این روزنامه رو میخونن، نداشتن اون روزنامه رو میخونن. چون رسانه برای صدای مردم آمد. اما در رژیم‌های هدف محور، چون هدف از قبل مشخصه، در چنگ رژیمه، در چنگ اون ایدئولوژیه، بنابراین هر صدای دیگری خطاست، هر خبر دیگری خطاست، میخواد ما رو منحرف کنه از اون صراط مستقیم، بنابراین باید بسته بشه. همین دلیلی که رسانه‌ها کارکردشون متفاوت میشه در دو سیستم متفاوت. شما احزاب رو در نظر بگیرید، چرا احزاب ایجاد شدن در جوامع مدرن؟ بالاترین حد توسعه سیاسی وجود احزاب متنوع در اون جامعه است، به خاطر اینکه مطالبات هر شخصی ممکن در شخص دیگر هم وجود داشته باشه. برای اینکه قدرتمون افزایش پیدا کنه با هم متحد میشیم، برای اینکه حکومت رو، قدرت رو، سیاست رو، امر اجتماعی و سیاسی رو در دست بگیریم، بتونیم برنامه خودمون اجرا بکنیم. پایه احزاب مطالبات، اینکه مردم چه مطالباتی دارن. وقتی مطالبات من با هزاران نفر دیگه مشترک شد، میریم عضو حزبی میشیم که بتونه قدرت سیاسی رو بگیره در مجلس، در دولت، بعد بتونه اون برنامه‌هاش تصویب کنه اجرا. پس سازمان ها و نهادهایی که ایجاد میشه در اون دموکراسی ها برای اینه که مطالبات متنوع، در نتیجه احزاب هم متنوع، چون همه مطالبات به حق دانسته میشه، محترم دانسته میشه. نظام تشکیل گروه یا حزب هم حول محور اون مطالبات به رسمیت شناخته میشه. اما در رژیم های هدف محور، اصول محور، خب هدف از قبل مشخصه، مطالبات مشخصه، بس دیگه تعدد احزاب معنا نداره، تکثر علایق و سلایق و مطالبات معنا نداره. ما هدفمون از قبل معلومه، میخوایم بریم به این شهر، دیگه کسی نمیتونه بگه که سلیمانی نه ما نمیخوایم بریم مشهد، میخوایم بریم تبریز، میخوایم بریم شیراز، میگه نه قرارمون بریم مشهد، قرار بریم زیارت، دیگه کسی دیگه حق نداره حرف بزنه، یه اتوبوس هم بیشتر نداریم، هر کسی خواست سوارش میشه با ما راه میاد، دیگه ماشین دیگه ای وجود نداره. اما در جوامع مدرن اینطوری نیست، در اختیار مردمه، یکی دوست داره میره مشهد، یکی دوست نداره میره تبریز، ماشین برای همه هست، به قولی وسیله ایاب و ذهاب فراهم، هر کسی خواست هر کجا میتونه بره سوارش. ما در جایی که تنوع و تکثر به رسمیت شناخته نمیشه، چون از قبل معلوم شده که برنامه چیه، طرح چیه، هدف چیه، دیگه تعدد احزاب مانع نیست، همون حزب فقط حزب الله. پس این حرفی که خمینی میزنه عجیب نیست، ریاکاری هم نیست، تزویر هم نیست، شیادی هم نیست، ایدئولوژیشه، ما نمیفهمیم اینها رو. من بارها عرض کردم شما وقتی رژیم جمهوری اسلامی رو میخوای بشناسی باید مبانی فکریشو بشناسی، رفتارش فقط قابل پیش بینی میشه، یعنی میدونی اون داره چگونه رفتار میکنه. یه دیمیا میگن آقا این قوم شیاد بوده، نه، در اندیشه اینها که هدف محوری است، اصول محوری است، اصلا تکثر و تنوع علایق و سلایق معنا نداره، اونا یه هدفی رو از قبل تعیین کردن. ولی اگر فرصت بشه در آینده من مباحثی در مورد سکولاریسم خواهم گفت، چون خیلی مهمه برای ما، زمینه های ایجاد سکولاریسم چه هست،
و وقتی ما میگیم ما جامعه سکولار میخوایم، ممکن خودمون هنوز فهم نکردیم که اصلا سکولاری چیه، چه الزاماتی داره، چه ضوابطی داره. اینا خیلی مهمه برای ما، برای آینده ما مهم. هدف این برنامه این که از روزمرگی بیایم بیرون. هزاران شبکه و کارشناس عزیز هستن دارن اخبار رو تحلیل میکنن، ما نیاز به اونا نداریم. ما نیاز داریم یه مقدار بریم به عمق تحلیل ها، به عمق اخبار، به عمق وقایع، بفهمیم وقتی کسی اندیشه هاش هدف محوره، آرمان و امیال و آرزوها و اصولش از قبل تعریف شده، شما از او توقع شنیدن صدای جدید نداشته باشید، برنامه جدید نداشته باشید، جدا شدن از اون ایدئولوژی نداشته باشید. بنابراین رژیم های هدف محور سازمان های خاص خودشون رو میسازن، یعنی یک حزب کلی میسازن. شما شوروی کمونیستی رو نگاه بکنید، چرا یه حزب داشت؟ همه مردم باید عضو این حزب بشن. چرا به نظر شما؟ چون اندیشه دیگر قبول نداشت، اصلا اونا رو انحراف میدونست، اندیشه های دیگر رو در خدمت امپریالیسم و سرمایه‌داری اینا میدونست که ریشه فسادن، باعث و بانی مشکلات جامعه هن. کارگر رو به استثمار کشوندن. بعد شما میایید به اونا بها بدید وقتی اون رو خطا میدونی، میای اصول مارکسیسم رو اجرا میکنی. اگرم قرار حزبی تشکیل بدی، برنامه ها، اصول، همه چیز از قبل تدوین شده. ما قبلا هم عرض کردیم در بحث ایدئولوژی متولیان خاصی هم داره، یعنی اینجوری نیست که مردم تشخیص بدن که این حزب داره خطا میره، نه. یه دادم شاخص هستن، اونا تشخیص میدن که مسیر این اتوبوس ما برای اون هدف درسته یا نه. الان در جمهوری اسلامی هم همینه، فقها هستن که تشخیص میدن ما داریم درست میدیم یا نه. یعنی که قانونی در مجلس تصویب میشه، میره در شورای نگهبان، در اونجا اون فقها و حقوقدانانی که برگزیده ولی فقیه هستن تشخیص میدن که این مطابق شرع هست یا نیست. اگه منطبق با شرعیات میپذیریم، منطبق با شریعت قبول میکنیم، اگه نباشه حذفش میکنیم، چون راه خطاست. مجلسی که در اون طرح مردم میخواد تصویب بشه، یک مجلسی است که داره تنوع و تکثر. شما میبینید عمده مردم جامعه چه میخوان، اون رو میپذیر. اما مجلسی که برای یک هدف خاصی تشکیل شده، تمام برنامه ها رو منطبق میکنه با اینکه آیا با نظام تطبیق میکنه، با ارزش های نظام تطبیق میکنه یا شورای نگهبان یک فیلتره، برای اینکه اگه مجلس دست از پا خطا کرد، او بتونه اون رو اصلاح بکنه، بگه این طرح با اهداف ما سازگار نیست، بنابراین حذفش میکنه. یک نهاد بالاتر هم داره، رهبر، ناظر بر رهبر هم خب طبیعتا فقها هستن در مجلس خبرگان. بنابراین مردم جامعه ما کسان نیستن که تشخیص بدن آیا این حکومت داره کارش رو به درستی انجام میده یا نه، آیا با اهداف ما تطبیق میکنه یا نه. چون اصلا اهداف مردم مهم نیست، اهداف از قبل تعیین شده. در مبانی اندیشه جمهوری اسلامی، اهداف از زمان پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب و امامان تعریف شده. یعنی وقتی این آقای پزشکیان صحبت از علی میکنه و فرامین او، یعنی به حکومت هدف محور باور داره، به حکومتی باور داره که همه چیز از قبل. حالا گگایی هم مثل که صحبت کرده که آقا هر راه ما هم راه رهبری است، منبیات رهبری است. بنابراین خیلی مهمه که ما بدانیم هدف از تشکیل حکومت چه بوده، حکومت چه کار باید انجام بده و باید ما رو به کجا برسون. اگر تشخیص ندیم به خطا میره، در نتیجه با پدیده مواجه میشیم به نام حکومت‌های هدف محور که سعیشون اینه که جامعه رو با اون اهداف خودشون تطبیق بده. خب ما گریم به سر داستان امروزمون، با اون که وقتی در مورد علی ابن ابی طالب سخن گفتیم، به بحثی رسیدیم به نام دادخواهی. یعنی جایی که شما میبینید بارها مذاکراتی رخ میده،
اما حکومت گوش شنوا نداره. امروز هم هست در جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که زمانی که دادخواهان زیادی از ابتدای انقلاب شما شروع کردن به کشتن مردم بگیرید تا به امروز، هر کسی مدعی شد فرزندم کجاست، حتی قبرش کجاست، پاسخ ندادن، چه برسه به اینکه قاتلین اونها رو محاکمه بکنه، جنایتکاران رو محاکمه بکنه. بعضی از این عوامل جمهوری اسلامی مدعی هستن که بله آقا زیاده روی هایی شد در درون اون زندان ها و اینها. میگه خب عواملش کیا بودن؟ اون دانه درشتاش کدومی کشون رو شما محاکمه کردی؟ اونا که فله ای دستور اعدام جوانان این سرزمین رو دادن، حالا با اندیشه های مختلف بودن، اما حقشون که مرگ نبود، حقشون که اون اعدام دست جمعی شبانه و دفن کردن به اون شکل نبود. کیا فرمان دادن؟ چند نفرشون محاکمه شدن؟ هیچ کس محاکمه نشد، نداره محاکمه نشده که پاداش هم گرفت. یکی جمعی نهای پور محمدی نامیست که جز همین 5-6 نفری بوده که الان انتخاب شده که ظاهرا رأی نیاورد، اینا محاکمه شدن؟ ترد شدن؟ نه خیر، هنوزم دارن از پاداش رژیم استفاده می‌کنن. یه عده که شدن مراجع تقدید و از طرف دیگری درآمد دارن، یه عده دیگه هم در کارهای سیاسی آمدن، هنوز هم در اون فضا مورد مرحمت رژیم. خب وقتی این جنبش دادخواهی مطرح شد، چند نماینده به سمت علی رفت که شما پاسخ بده قاتلین عثمان رو به ما تحویل. من یک نمونه از نصر بن مزاحم منقری خواندیم، این بار ببینیم آقای مکارم شیرازی چه میگه. همین آیت اللهی که امروز یکی از فقهای برجسته در رژیم جمهوری اسلامی است، ایشون در کتاب پیام امیرالمومنین که شرح نهج البلاغه هست، 15 جلد، زید خطبه ها داستانهای تاریخی رو هم میاره. خب ببینیم شو چه میگه در جلد 9، در واقع همون داستان نصر بن مزاحم رو ایشون هم آورد. ابو مسلم نامه را خدمت امام علیه السلام آورد و در حضور جمع به آن حضرت، سپس به پا خواست و طی خطابه ای عرض کرد: من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد، اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار، اگر کسی مخالفت کرد نیروهای ما در اختیار توست. امام علیه السلام پاسخ داد: فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد، دید که مسجد پر از جمعیت است و همه به طور دست جمعی شعار می دهند: ما همه در قتل عثمان شرکت داشتیم. قابل توجه این که اجتماع آن گروه عظیم در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالفت از بین برود. پس خود مکارم هم داره میگه بهانه معاویه دادخواهی بود، حق حکومت و خلافت برای خودش نمیشنید. نمایندگان او هم علی رو به خلافت قبول داشتن نسبت به معاویه، اما معتقد بودن حکم شرعی رو باید اجرا بکنی. من بیشتر عرض کردم در درون فقه سیاسی اسلام تنها عاملی که میتوانست قدرت خلافت رو تهدید بکنه بحث شرع، یعنی جایی که خلیفه ای دستورات شرعی رو رعایت نمیکنه. در اون زمان مسلمانان می آمدن و صحبت از این می کردن که شما با شریعت رو رعایت بکنید، همون شعار لا و الا لله که بعدا در صفین، حالا ما به اون خواهیم رسید، مطرح شد و از دل اون خوارج بیرون آمدن برگرفته از همین اندیشه بود که علی حکم قرآن رو معطل کرده، حکمیت رو به دست کسانی سپرده که خودش مقر بود اینا مؤمن نیستن. ما در ادامه خواهیم دید اینها رو، نقاط ضعف حکومت علی رو.
جایی که اول صحبت از کفر میکنه، میگه بریم به جنگ احزاب، باقی مانده احزاب، یعنی جنگ احزابی که میان مسلمانان و مشرکان رخ داد، که اینا کافرن، از دین خارج شدن. وقتی با علی مذاکره کردن، علی اشاره کرد و من دیدم این خونریزی ها ممکنه رخ بده، اما با خودم قضاوت کردم که من یا باید به شریعت محمد کافر بشم یا با اینا بجنگم. یعنی جنگ صفین رو جنگ میان کفر و اسلام قرار داد، اما بعد خودش حکمیت رو پذیرفت. خب طبیعی یاران او بگن خب دوست بزرگوار، ما رو آوردی به جنگ، 80-90 هزار نفر کشته شدن به عنوان اینکه اینا کافرن، اما الان رفتی نشستی با اونو صحبت میکنی؟ پس یا خودت متوجه نیستی چه میگی، یا خون ما رو دستمایه خودت کردی. اگه اینا کافرن که دیگه نمیشه حکم قرار داد اینا رو. در قرآن حکمیت میان مسلمانانه، مؤمنانه. پذیرش حکمیت یعنی پذیرش کفر، پذیرش خطا، بنابراین توبه بکن. اینها در ذهن جمهوری اسلامی هم وجود داره دوستان. میره فرصت بشه در آینده عرض خواهم کرد چرا اینها تا ته خط میرن. چون حکومت های ایدئولوژیک اگه از اون اصول برگردن، اولین دشمنانش همونایی میشن که پایگاه اون هستن. یعنی شما فکر کنید در جمهوری اسلامی این آمریکا ستیزی از کجا آمده؟ از کجا شکل گرفت این آمریکا ستیزی؟ تا اونجایی که ما میدونیم در زمان آقای کارتر آمدن با خمینی صحبت کردن، به او وعده دادن. اولین کشورهایی هم که این رژیم انقلابی رو پذیرفت خود امریکا بود. نشستن در الجزایر این دوستان، حالا به نوع اینا لیبرال اون زمان، نبوی ها و بازرگان ها و چمران ها و اینا بشینه صحبت کنن با امریکا. نه امریکا کسی حمله کرده بود به این رژیم، نه هیچی. حالا فرض کنید امریکا حامی رژیم گذشته بود، خب به شما چه؟ فرض کنید امریکا به شاه کمک کرد در کنار گذاشتن مصدق، خب به شما چه؟ این آمریکا ستیزی شما از کجا میاد؟ خب جدا از اینکه در اون ایدئولوژی معنا داره، یه خطایی بود که خمینی مرتکب شد زمانی که دانشجویانی رفتن سفارت امریکا رو گرفتن، او هم تایید کرد، حتی قبلا گرفته بودن، او تایید نکرده بود، آمدن بیرون، یکی دو بار این مسئله رخ داد. تا اینکه وقتی اون سفارت رو گرفتن، وقتی خمینی تایید کرد و این رو انقلابی بزرگتر از اون انقلاب اول دونست، فضا وارد گفتمان ایدئولوژیک شد. خب اقدام کردی، حالا باید تئوری هم بسازید براش، یعنی باید به مردم نشان بدید اینجا لانه جاسوسی بوده، امریکا اینطوری بوده، امریکا دشمن ماست و هر چیزی بسازید. خب حالا اینا رو ساختی، آیا میتونید به راحتی از اون برگردید؟ خب اگر امروز شما مستقیما با آمریکا اختلافات خودتون رو حل بکنی، همین هایی که در درون رژیم پایه های قدرت شما هستن، بازوان قدرت شما هستن، بر شما خورده میگیرن. آقا این استکبار ستیزی که امام فرمود چه شد؟ مگه اینا مستکبر نبودن؟ مگه اینا امپریالیست نیستن؟ چرا امروز داریم با اونا صلح میکنیم؟ برای همینه که حتی مذاکرات با امریکا مخفیانه انجام میشه، مثلا در عمانی، در قطری، در جای دیگری، یا موردی انجام میشه. من در مورد موضوع خاصی که خیلی حساسیت داره میرم صحبت میکنم. اما روابط نزدیک با آمریکا خیال دوست، در درون این رژیم رخ نخواهد داد. اینا رژیم ایدئولوژیکن. گاهی ممکنه صلحی بکنن، حتی هیتلر با شوروی صلح کرد. برای شروع جنگ جهانی دوم، برای خیالش راحت بشه، اومد با شوروی صلح کرد. حتی استالین باور نمی کرد که هیتلر بخواد به سرزمینش حمله بکنه. وقتی به او خبر دادن که آلمان نازی وارد مرزهای شوروی شده، اصلا شوکه شد. اما اینا تاکتیکه، چون در درون ایدئولوژی
شما نمیتونی پایه های ایدئولوژی رو سست بکنی، چون خودت هم محصور میشی در اون ایدئولوژی. بنابراین اسرائیل ستیزی، امریکا ستیزی، غرب ستیزی با شدت و ضعفش در درون ایدئولوژی این رژیم هیچ وقت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. یعنی تحلیلگرانی که ما داریم که فکر میکنن با آمدن فلانی ما روابطمون با آمریکا خوب میشه، با اسرائیل خوب میشه، و خیلی حالات خامه دوستم، این رژیم مبناش ایدئولوژیکی است که دشمن رو از قبل تئوریزه کرده. اسرائیل و یهودیت رو در اسلام تئوریزه شده تا به امروز رسیده. مسئله فلسطین مسئله ثانویه است. اسرائیلی ها فلسطینی ها رو نمیدونم فلان میکنن و اینجوری میکنن. بله خب اینجوری این کارا میکنن، نه اینکه نکنن، هر دو طرف مقصره، هم فلسطینی ها هم اونا. مدار ریشش بر نمیگرده به مسلمان ستیزی، به اسلام ستیزی، چون چینی ها تو اویغور، مسلمانان اویغور رو همین کارا رو میکنن. اما جمهوری اسلامی به اونا ایراد نمیگیره که شما چرا مسلمانان اویغور رو این کاره کرد، چون چین ستیزی تئوریزه نشد در درون ایدئولوژیشون. صد جا دیگه هم مسلمان های دیگه کشته بشن ممکن رژیم اصلا مهم نباشه بسش. اما اگه یه بازرگان یهودی یه سیلی بزنه به یه گردن کلفت مسلمان، اینجا دیگه وارد فضای ایدئولوژیک میشه. نه حتما این تاجره، حتما این دست فروش یهودی یه نقشی داشت، میخواست اسلام رو تغییر، چون انقدر عقبه یهودی ستیزی در اسلام وجود داره تا امروز هم طول کشید. اسرائیل هم به عنوان یک کشور بهانه شده که بقیه کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی هم بیان و با اون مقابله بود. در درون این دشمن سازی رژیم های ایدئولوژیک زندگی میکنن. ممکنه در جزئیات یه جایی با هم توافق کنن، چون مقتضیات زمان اینطوری هست، اما جوری وانمود میکنن که ما آشتی نداریم با این، داریم با این صحبت هم اگه میکنیم با واسطه صحبت میکنیم یا در مورد یه موضوع کوچیک، اما مشکلات بنیادین ما سر جاشه. بنابراین تا رژیم جمهوری اسلامی وجود داره 1% هم فکر نکنیم که این رژیم میاد با جهان غرب سازش میکنه، با اسرائیل سازش میکنه، او رو به رسمیت میشناسه، چون چیز نشدنی است. اخیرا هم دیدم خامنه‌ای همین حرفو زد. قبل از انتخابات گفت سیاست خارجی و روابط با امریکا از حیطه تمایل رؤسای جمهور خارجه. کسی که صحبت از گفتگوی همه جانبه با امریکا میکنه اشتباه میکنه. و شما میدونید اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی سیاست خارجی رو به عهده رهبر گذاشته، یعنی خط مشک‌های کلی و سیاست‌های کلی نظام رو به عهده رهبر گذاشته، حسن اجراش هم با رهبر، یعنی آیا درست داریم عمل میکنیم یا نه. به همین دلیله که اگر رئیس جمهور امریکا تلفن میزنه به آقای فلانی، اون آقا گوشی رو بر نمیداره مگر اینکه رهبر بهش بگه بردار، چون امریکا در حوزه ایدئولوژیک و گفتمان رژیم جای دشمن رو داره. من اگه برم با او سازش بکنم، مشکلاتم رو با او حل بکنم، این نیروهای تندرویی که اساس رژیم منن به من میگن چیکار کردی، برای چی این کارو کردی، همین لاحق الا لله اینجا رخ میده، اینا در پس ذهنشونه. اینا میدونن که از دل همین گروه های سپاه خوارج میتونن به وجود بیان که سال 40 تو ورودی مسجد کوفه سر علی رو میزنن، این بار تو بیت خامنه ای گردن سید علی رو میزنن، همین سپاهی ها. مگه تو اصلا حق داری؟ این اساس قدرت ماست که ما با یه سری دشمن روبرو هستیم که هر روز هم برای ما توطئه میکنن. پس این مسئله خیلی اهمیت داره در سیاست گذاری رژیم های ایدئولوژیک، از اونا الهام میگیرن، نقاط ضعفشون رو میفهمن. پس مصالحه کردن با افراد دیگر، با کشورهای دیگر بر روی بازوان قدرت نوع خودزنی. یه اصطلاحی ما داریم که چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمیبره، چاقوی علی ابن ابی طالب سپاهه. چاقوی علی ابن ابی طالب همین اطلاعاتی ها و امنیتی ها و بازجوهایی هستن که تو زندان ها دارن این کارو، بازوان چاقوهای تیغه تیزه چاقوی علی هستن، آیا میان دستشون رو ببره؟
ماندگاری این رژیم روی همین افراده، روی مردم نیست، روی مقبولیت جهانیش نیست، روی قدرت سرکوبش. حالا این آمدن گفتن که علی تو اون نیروهای آدم کشت رو که عثمان رو کشتن ما تحویل بده. حالا در جهان امروز به شما نگاه بکنید، همین سرداران سپاهی که تو خیابونا مردم رو کشتن کدومشون محاکمه شدن؟ کدوم دادگاه تشکیل شد؟ هواپیما رو زدن کدوم شخص دانه درشتشون محکوم شد؟ تو زندان ها عرض کردم تجاوز کردن، آدم کشتن. این همه گزارشات ریز و درشت اومده، کدوم یک از این قضات، کدوم یک از این بازجوها محکوم شده؟ لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است، ولی امام علیه السلام هم هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارد. دقت کنید، من عرض کردم چند نفر بود؟ مثل عمرو بن حمق خزاعی، کنانت بن بشت جیبی، حکمی بن جبل عبدی، اینا بودن، سودان بن عمران، عاملین اصلی قتل اینا بودن، 4-5 نفر بودن. یکیش محمد بن ابی بکر بود که البته او قاتل نبود، اما تعرض کرد به عثمان، به پسرخوانده علی بود. مکارم شیرازی داره میگه، میگه اصلا امام قصد نداشت اینا رو تحویل بده. همین آقا صحبت از عدل علی میکنه. عدالت در درون دستگاه اینها تعریف خاص خودشو داره. یعنی اگر یک جوانی در خیابان یک سطل آشغالی رو آتش بزنه میگه محارب. عدالت باید در مورد او اجرا بشه، اون محاربه، میبریمش میکشیم. اما اگر یکی مال خودمون یه گلوله‌ای به سمت مردمی که تو خیابون‌ها هستن که چیکاری هم ندارن بکنن، نه، اینجا عدالت رخ داده، اون بسیجی کار خوب کرد، نیازیست محاکمه بشه، نیازیست تنبیه بشه. ظاهرا حالا من ساعت و صبحشو نمیدونم، میگن همین آقای پزشکیان زمانی که اون آقای مرتضوی آمد یک خانم کانادایی ایرانی به نام زهرا کاظمی رو کشت، ایشون گزارش داد که آقا هیچ آثار ضرب و جرحی رخ نداد. همین آقا ظاهرا، من ساعت صبحش رو نمیدونم، ولی خب به هر حال در این دستگاه طبیعی که شما باید همین وضعیت داشته باشید. یعنی جنایت رو پرده پوشی میکنیم، خودمون رو میزنیم به ندیدن. میدون آقای ظریف میگه اگه هواپیما رو زدید به من بگید که من برم اونجا درستش کنم. یعنی جنایت فقط این نیست که شما گلوله شلیک بکنید، موشکی بزنید، یه بخشی از جنایت هم میمونه، اونا کسانی هستن که صحنه جرم رو پاک میکنن، اونا جنایت کنن، قاتل میکشه میره، اما یکی هم صحنه جرم رو پاک میکنه. ظریف این کارو میکنه. در واقع این آشغال هایی هستن که آشغال های رژیم رو پاک میکنن. یه جستی هم میگیره، انگلیسی هم بلده، میاد اونجا میشینه میگه نه ما مقصر نیستیم. چرا؟ چون اون سردار سپاهی که آدم کشته بیاد، همه میفهمن که این نیامده قاتله، با اون نحوه صحبت و با اون نوع نگاهش. اما نیاز به آدمایی داریم که با لبخند به جامعه جهانی پرونده فساد ما رو، پرونده های جنایت ما رو پاک بکنن، برن تو شورای حقوق بشر جاهای دیگه بشینن بگن نه ما جنایت نمی کنیم. که یکی اون برادران لاریجانی بود، مسئول حقوق بشر قوه قضاییه، سوال میکنن یه چیزی پرت و پلا جواب میده، تو کشورهای دیگه چه فلان هست، تو کشور ما اینطوری نیست. پس کسانی هم وجود دارن که صحنه جنایت رو پاک میکنن، اینا به همون اندازه مقصرن، چون عدالت رو منتفی میکنن. شما نمیتونی قاتل رو تشخیص بدی، شما نمیتونی آدم کش رو تشخیص بدی، چون جای پاش پاک شده.
در درون رژیم چه اصلاح طلب چه اصولگرا با هم غارت میکنن، هم جنایت میکنن، هم مناصب رو تقسیم میکنن. و بعد ما مردم فکر میکنیم مثلا خب این گروه به نفع ما داره کار میکنه. نه عزیزان من، اگر هم چیزی به مردم میرسه به خاطر اینه که به شما نیاز دارن، گوشتاشون رو خودشون میخورن، استخوناشو واسه دیگران میذارن. ولی ما نفهمیدیم که اون گوشت ها هم مال ماست، اینا مال خودشون کردن. شما وقتی چهره خیلی زیبایی داری، موجهی داری، بین المللی داری، اتفاقا جنایت کردن خیلی آسان تر میشه. شما یه آدمی رو بیاری، ظاهرش، سوابقش، گفتارش نشون بده عرازل او باشه، هر اتهامی به او بزنی بهش میچسب. یعنی بگی آدم کشتن، شما باور میکنی، میگه باز قیافش معلومه، نوع صحبتش معلومه، سابقهش معلومه. رژیم جمهوری اسلامی اینو خوب فهمیده. یعنی دیگه چهره های کریه و ادبیات سخیف و اینها رو نمیاره برای دفاع از جنایت. چهار تا آدم موجه میاره، خاتمی رو میاره، همین ظریف رو میاره، دو سه تا از این آدم موجه میاره که وقتی در دنیا، حالا بگیم افکار عمومی، مردم، سازمان ها نگاه میکنن که یه جنایت صورت گرفته، میگن خب این که جواد که اینجوری نیست بابا، آدم خوبیه، اروپا تحصیل کرده، امریکا تحصیل کرده، زبان انگلیسی بلده، چهار بعید این جرم و جنایت انجام بدن. اینا رژیم رو خوب فهمیده، هر وقت میخواد جنایت های بزرگ بکنه اصلاح طلبان رو میندازه جلو، یا اونها رو رئیس جمهوری برمیگزینه، یا نمایندهشون میکنه در وزارت امور خارجه. همین محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی حسن روحانی نبود، رهبر جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرد، چون میدونه من اگه در داخل جنایت میکنه، کسی که میخواد این رو در جهان ماست مالی بکنه، سفید شویی بکنه، ماله بکشه، خب نمیتونه که سران سپاه باشه. شما جلیلی رو بفرستی نفرستی، نرفته مردم میفهمن که اینا جانی هست. حتی آمارهایی هم که دادن 100 نفر کشته شد کمه. اما جواد ظریف رو بفرستی، ظاهرش و سوابقش و اینا نشان میده که میتونه کشتار 1000 نفر رو تبدیل بکنه به 1 نفر، اونم تازه سهلنگاری شد از جانب یک بسیجی. و ما فریب میخوریم که چه اندازه این اصلاح طلبان دارن جنایت های رژیم رو توجیه میکنن، چه اندازه ظاهر کریه رژیم رو در جهان مقبول نشون میدن. خب ما به این بحث در آینده ادامه خواهیم داد با توجه به ادامه وقت برنامه. امیدوارم اینا به ما کمک بکنه که فریب این انتخابات رو، رای گیری در رژیم رو نخوریم و باز هم برای خودمون خدمتگزاران جدیدی از یک اربابی که هم ما رو میکشه، هم غارت میکنه و هم با لحن بدی سعی میکنه ما مردم رو خفیف و خوار بکنه رو شرکت نکنه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم.